ببینید مثلا توی اینستاگرام شما قابلیت خرید دارید توی خارج با این کارت های پیپل و مسترکارت و اینا ویزا کارت میتونید شما خرید بکنید و عموما هم از اون طریق خرید رو انجام میده و بذار هر خرید هم یه کارمزد دریافت میکنه. خب اینو شما توی ایران نداره، نمیدونم تبلیغاتش چطوریه. ببینید شما میتونید سرچ بکنید و عموما مدل درآمدی رو مینویسن به چه صورت هست. ولی چیزی که معذرت میخوام، چیزی که میدونم این هستش که اولا اینکه صرفا یک جایی برای شما مزیت نداشته باشه دلیل نمیشه بهش سرویس ندید. این مدل فکر کردن ایرانیه. واسه این که شما همین که ترافیکتون باشه، شما اولا اینکه اون داره به 800 میلیون سرویس میده، 24 میلیون براش فرق میکنه. این از نکته اول. نکته دوم این که اینا از اون شهرتشون هم استفاده میکنن و اینکه طبیعتاً از ایران هم دارن مدل درآمدی دارن، طبیعتاً دارن. چیه و نمیدونم خود در واقع مایکروسافت داره میکنه، کل ویندوز توی ایران رایگانه و خود اونا هم میدونن که داره رایگان استفاده میشه، ولی نتایجی که بعداً میذاره برای اونا مهمه چون خود کشور هم خوب کرده، یعنی اصلا هیچ چیزی به ویندوز معنی نداره. آره خب میشه اینجوری، اینجوری میشه. این صحبتی که رئیس جمهور آمریکا صادر ژاپن کرده بود که ناراحت بودن که چرا مثلا آمریکا شما رو بمب‌گذاری کرده و شما مثلا با ما تماس می‌گیرید که مهمه که الان تلفنی که می‌گیرید یا سر تلفن‌ها دست خلاص می‌کنید. میگم بالاخره مزیتی داره، این مزیت نداره نیست، ولی اینکه وگرنه الان همه سرویس هایی که برای گوگل در استفاده توی ایران داره نه. وقتی که یه پیجی حالا به هر دلیلی یه عده مخالف پیدا میکنه و این پست میکنن، اینو بچه اساسی میاد و اینستاگرام میبنده. اینا الگوریتم داره. حالا ببین من جزئیات اینا که دیگه پابلش نمیکنه. اینا یه سری الگوریتم دارن و یه سری هم کاربر اصلا دارن، یعنی همه چیزشون هم ماشینی نیست، یه سری کاربر هم اصلا دارن که وظیفه‌شون پیگیری این مباحث هستش. بله بله یک سری از بخشاش که اصلا کلا خودکار هستش، اونم مثلا میام میگه که تو چه حدی اومد. چون میدونی که تو اینستاگرام و همه سوشال نتورک‌ها یه سری آدم فیک ما داریم، ممکن اینا الکی بخوام برن یک دیگه فردی رو ریپورت بکنن. اینا اومدن الگوهای افراد فیک و الگوهای افراد عادی رو استخراج کردن، اونا رو ماشینی تشخیص میدن. ولی اینکه حالا چرا مثلا این باید ریپورت بشه و در نهایت صحه بزنن که این سرسا باید ریپورت بشه یا نشه، بلاک بشه یا نشه، این دیگه تصمیم گیری نهاییش باز برات انسان. نه برای نیست همه چیز سیستم باشه. اینا چیزایی که من دارم بهتون میگم طبق چیزایی که من دارم مطالعه میکنم و بهتون حالا من سوشال نتورک گفتم، بیاید بیرون ازش دیگه، چون همه به مثالاتون شد اینستاگرام چی کار میکنه، توییتر چی، اصلا کلا دیگه تو یادتون رفته. برگردیم توی کانتکست خودتون، توی مباحث کاری خودتون کجاها میتونه اون کافگاه کاربرد داشته باشه؟ خب ایشون که میگه هیچ کجا، هر جایی که دیتای زیادی هست دیگه. ببینه چند ساب سیستم میخواییم دیتای زیادی رو رد و بدل بکنیم، مثلا چی؟ ما بیشتر مشکلمون
بله. و هیچ اینترفیسی نداریم با اون، چون که مال یه وندور خارجی. آها. هیچ اینترفیسی نداریم. درنچه علاوه بر اینکه همینجوری دیتا بله میاد به چشم ما میره، هیچ کاری نمی‌کنیم. نه مشخصه. خب این خود دیتا رو میتونید ازش اکسپورت بگیرین؟ اکسپورت رو فقط در حد دستی منوال و مثلا در حد اکسل نیست. خب باشه، مهم نیست، بعدا میتونید از اون اکسل کار بگیرین. یا اگر بیکار میخواست بشیده مثلا هر یعنی هیچ ای پی هم نداره که شما بتونید بگید که اینو مثلا هر یه دقیقه یا من رو اکسل بزن. هیچ ای پی نداره که ما دستی داشته باشیم. لاگین میگیره، ولی کسی رو را میشه. خب نه، ایشون میگه من نیاز دارم. لاگین میگیره. بله، این از اسپورت ها برای اکسپورت باشه. ولی اگر توی اون لاگش این اطلاعات باشه میتونیش استفاده بکنیم. ولی میشه استفاده که فشرت اینکه میگم یه آدم بشه. نه دیگه، اگر لاگش باشه دیگه آدمه نیاز نیست. اگر لاگش باشه. برای برنامه داشته باشه که ما میخوام چی ازش استفاده کنیم. اون که چی میخوایم استفاده کنیم میشه سمت خودتون. ببینید، موضوع اینترفیسی که شما بتونید اون لاگا رو بیارید یه جایی بتونید تحلیلش کنید. اون اینترفیس نرم افزاری که ما داریم فقط تنها اینترفیس نرم افزاری که وجود داره اکسل. اگر نه ببین توی سورس که لاگ نمیندازه، خب من نمیدونم در چه حد داره لاگ میندازه، خب ولی اگر که مثلا توی سیس لاگ برای شما لاگ میاندازه احتمالا باید میاندازه یه چیزه، ولی که چقدر میاندازه رو معلوم نیست، یعنی چه دیتایی میاندازه. طبیعتا چون شما یه سری دیتای نتورکی داری دریافت میکنی، چون همه چیز داری دریافت میکنی، این چیزی که الان اینجا داری صرفا داره باید نمایش میده. خب از اون سیس لاگی که توی اون اتفاق میفته میشه یه چیزی استخراج کرد، ولی چقدر میشه استخراج کرد رو باید ببینیم، ولی باید بررسی بشه، ولی میشه یه سری چیزی استخراج کرد. اینجوری نیست که ببین هیچی هم نداره، چون عملا شما داری از شبکه چیزی دریافت میکنی. حالا این ارزشش رو در واقع داره. خب نه، آخه بعد ببینید که این لاگ چی رو بهت میده، چقدر از اون دیتای مانیتورینگی که داری رو بهت میده، چقدر رو بهت نمیده. آره، مقدارش که مهم نیست، یعنی اون چیزی که ارزشی که داخلش وجود داره چقدر. شما داشت بیگ دیتا این نگاه کنید، لاگه که هر ثانیه داره لاگ میدازه، یعنی هر ثانیه همجور دیتا براتون میاد. این بحث دیگه ایتاریش دقیقا میشه هر وقت بخوای دیگه نه دیگه، چون لاگه یه عمری داره، وقتی که برایش ظرفیت تعیین کردم بعد از اون ظرفیت دیگه از بین میره. خیلی همه یه سیستم ها دیگه هستم که یک پارچه یه ترکی که بسی خودش رو میشه کنه دیگه. خب مثل همین چون یک پارچه دید مثلا با حالا فرق میکنم. خب فرق میکنم، مشکل نداری. نه بیا کنید این چیزی که مانیتور داره نکته دیگه هم که هست که این ساختمون بغلی هم دارن خرابش میکنن. من هم دیگه الان مطمئن نیستم با این صدایی که میاد، من هم دیگه مطمئن نیستم. چیه؟ من فکر میکردم این جابجایی داخلمونه، ولی الان فهمیدم که این ساختمون بغلی دارن.
آره حالا تازه یه چند روز این جلو فنس کشیدم. خلاصه اینکه اگه ما مردیم بیگ دیتا خوبه. اینو باید ببینیم تو سیستمتون چی میده، ولی همون برای نگهداریش رو میتونی بذاری رو کافکا ها، تا یه بازه ای رو بعد یه دونه سیستم نگه کنه، یه سیستم تحلیل روی اون بنویسی که بخواد اطلاعات رو از روی کافکا بگیره. خیلی خوبه. حالا شما بخشی چیزی میخواستی بگی من گذاشتم مثلا. ما مثلا نمیدونم سیستم مثلا پیپرلس هم آره ولی بیگ نیست اون تبادلاتی که داری میگی. میشه مثلا گفتم تو سیستم انترپرایز هم ما کیوی داری خب، ولی اسکیلش کوچیکه، نیازی نیست یه سیستم توزیع شده داشته باشه. مثلا شما برای مثلا یک ممکنه برای یه ایده خاصی که وجود داره برای خودش میگم، من نمیگم هیچ چیز نیست، ولی آره. ما وجود نداره بگی بخوام بگی، ولی خب به هر حال ساختار حالا شبیه این که مثلا حتی حالا اطلاعات دستبندی بشه برای کی حساب بشه، کی بتونه بخونه، بعد کی قبلا خونده، لاگ گرفته بشه. مثلا یکی از کاربردهای من یه مجموعه لاگ مختلف دارم، این لاگا رو میخوام یعنی از سیستم های مختلف دارم، اینا رو میخوام بریزم داخل یه جایی، بعد روی اون تحلیل بزنم. این میتونه مثلا لاگ ها صف بندی بشن، این صف ها مثلا هر بازه به فرض مثلا چند دقیقه اطلاعاتشون رو میخوام تحلیل کنم. دوست داشتم تو حوزه‌های مختلف که سیستم های مدیریت داریم، تو سویش تو دیتا، تو فیل یا تو بخش ماست، سیستم های مختلف داریم. خب اینا پروژه های مختلف دارن، لاگای خودشون رو دارن، رابطه های کاربریشون رو دارن، بعد نوع خروجی دیتاشون هم با هم فرق. این OSS که ما الان در واقع رو اندازی میشه رو مشکل ما رو حل میکنه دیگه، نیازی فکر نکنم به بیگ دیتا داشته باشیم. موضوع اینه که اینا تجمیع باید بشه، بتونیم گزارش بدیم، یعنی یه سیستم باشه که بتونه بینا وضع شه، اطلاعات این رو بگیره، ریپورتر لازم رو بگیره. فکر نمی کنم دیگه نیازی دیگه خب فکر می کنم. ببینید شما الان در حال حاضر اطلاعاتی که توی OSS تون دارید در نظر می گیرید، اطلاعات کاملا داخلی، درسته؟ داخل سازمانیه دیگه. سورس جدیدی توش استفاده میکنیم نه، سورس خارجی نداره. خب حالا الان میخوای از سورس خارجی هم بیاری توش، بسته به کاربردته دیگه. ببینید ما چیزی که تو بیگ دیتا داریم میگیم و من تو کل این دوره دارم سعی میکنم تو ذهن شما جا بیاندازم، بیگ دیتا یعنی این که بیگ دیتا یعنی این که من با توجه به نیازمندی بگردم ببینم کجا دیگه میتونم دیتا بیارم تو سیستمم که بتونم مشکلم رو رفع کنم. بیگ دیتا یعنی درسته؟ مثلا تا الان شما ممکن بوده برای خرابی ها، با اون مثال دارم یعنی اینا همه تقریبا مثاله، هیچ کدومش نیست بگی خب الان این هست به تو الان سین داریم مثال میزنیم. من میگم مثلا تا الان شما برای شناسایی خرابیاتون توی دیتای سویچا فقط تمرکز میکردید، خب ممکنه از این به بعد بگی آقا من مثلا میخوام، حالا چیزی که فکر کنم تو این پروژه واسه سیستم هست، مثلا میخوام هر کاربری یه اپلیکیشن رو نصب بکنه، اون اپلیکیشنه میزان اون سیگنال رو اونجا به سنجه و برای من بفرسته.
خب این دیگه شده یه سورس جدید دیتا که برای شما اومده دیگه، تا قبلا این نبوده. حجم دیتا هم که قراره بیاد زیاده. خب من احتمالاً ممکنه یه سیستمی بیگ دیتا نیاز داشته باشن، یه قسمت از ورودیش بشه اون OSSPS که فعلا دارم، یه قسمت بشه این دیتا جدیده، بر حسب این بخوام یه تحلیل انجام. ما باید اینجوری فکر بکنیم، نباید بگیم که آقا من الان یه سیستم دارم که اطلاعاتم رو تجمیع کرده، پس دیگه آقا نه بیگ دیتا میخوام نه هیچ. خب ما اینو داریم میگیم کل دوره هدف همین. الان مشکل ما همین که این سیستم های مدیریت ما هر کدوم یه برنده، هر کدوم یه برنده، بله درست به این دیتا میشه اینا رو یه سیستم مدیریت دیگه بشه سرکرد که هر به هم بیار بفهمه. اگر که دیتا بهتون بدن آره، ما الان خب ما الان مال هم داریم میگیم دیگه، ما الان این مثلا این مسیجینگ ما هم دارم میگم دیگه، آره دیگه همین میتونید. آره یعنی شما عملا قدیم بود ولی میگم که سیستم مودیفیکیشن پیدا کنم که همه رو ساپورت کنه، یعنی مثلا میخواستیم یک پارچه کنیم گفتیم چه چیزی نداره که بیاد با سمون مثلا پاور ماژول رو ساپورت کنه، پاور رو ساپورت کنه، تصویر رو ساپورت کنه، اشبوت پیدا نمی‌کردیم، همچین چیزی ما دیدیم جدا جدا همیشه هم حالا اگر همچی چیزی تو شرکت پیاده کنه میتونه همه چیزی. ببین این لایه کافکا برای شما وظیفه‌اش اینه که بخواد دیتای کامپوننت‌های مهمتو جمع کنه. درست یعنی شما الان دیتا کامپوننت مهمت رو جمع کنه توی کافکا. تاپیک هم می‌شینی مشخص هم می‌کنه کدوم دیتا برای کدوم تاپیک بره. خب حالا این و سمت کانسیومرش باید دوباره یه چیز توسعه بده. حالا برای این سمت کانسیومرش باید ببینید که کدوم سولوشن باید بدید. ممکنه مپدیوس بدید، ممکنه اسپارک بدید، ممکنه سمزا بدید و امثاله. خب عملا اینا که داریم میگیم چیزی نیست که بگیم که نه غیر کاربردیه نه چیزی داریم. عملا شما تا قبلا به این فکر میکردی همیشه باید این دوتا بندوره یا با هم به توافق برسن، با همدیگه تعامل داشته باشن. داره کسی این لزومی هم وجود نداره. اون وندور قبلا اومده یه دیتا برات تولید می‌کنه. اصلا می‌خوام تجدید جدید هم اضافه می‌کنم. هم اشتباه دیدم ببینید که این سیستم مدیریت قبلی ما رو ساپورت می‌کنه. ما هاش هم کار می‌کنه. بعد یعنی حالا شما ها به عنوان کارشناس دیگه می‌تونید یعنی اینو متوجهش شدید، حالا ممکنه بخواد ببینید تغییرات رو اعمال بکنه. بعد بخواد یه همچین پروژه‌ای تعریف بکنید. به هم ساده مثلا اینکه میتونیم تغییر رو به نیرو یا آزیم بشه اعمال کنیم. ویندور دیگه الان قرار نیست آزیر بشه چیزی اعمال بکنیم. این الان سیستم بازیم اینکه با یه فرمتی به من بگیم. خب الان همین الان مگه با یه فرمت دیتا دوید نیم کنیم. در کارت من نمیدازم. خب همین فرمت من اون فرمتی بودیم گرفتم. یعنی با هر فرمتی بخونه میشه یا اینکه خاصی بخونه. ما گفتیم هر فرمتی که هر دلش میخواد مینویسه. اون ترتیب بانوینش میکنه یا هر کار خودش بخواد. شما یه اصلا مشکل نداری باشه. یه اصلا نیازی نیست. اصلا هدف همین بودا. هدف این بود که من قرصی روی کامپوننت ها نذارم. چون الان ما این را با فهمانش به فهمانی سیستم هم به خاطر همون پیمانکاره ای که وجود داره. ممکن باید زخم رو پیمانکاره نخواهد. طبیعی هست. اگه این مسئله رو حل بکنه بله هر کاری ما اصلا داریم میگیم که واقعا کار بود خالص دیگه اون میگیم که بعد یه این بحث شروع بدیم. ما تو چیزی که اصلا روز اول اومدیم گفتیم یکی از فیچرهای بیگ دیتا واسه تنوع دیتا، حالا هم تنوع رو میشه در قالب ساختارمند بودن و نبودن دید. دیتا های شما نیمه ساخت یافته است، لایه درسته لاگ، نه استراکچرش 100% مثل جدول، نه مثل تکس هر چیزی بیاده، ساختار داره ولی ساختارش یکم جسته گریخته است. مثلا میتونید که چه میدونم فیلد فلان تا فلانش قرار مثلا آی پی رو مشخص کنه، فیلد فلان تا فلانش قرار زمان رو مشخص کنه و امثال اینا. شما دیگه این رو به عنوان یکی از ورودی‌ها دارید، یکی یه لاگ دیگه است از نوع دیگه ای داره برای شما لاگ. وندورهای مختلف هم لاک های مختلف میدازه ولی همه وندورها پروتوکول لاگینگشون رو دیگه پابلیک گذاشتن. این دیتایی نیست که بگی محرمان است. درسته؟ شما هواپی برو سویچش رو نگاه بکن، فرمت پروتوکولش رو براتون گذاشته، پابلیک توی اینترنت هم هست. چیزی نیست که بگی محرمان است که
قرارم نیست اونو هی دائما تغییرش بده. شما میتونید از اون استفاده کنید. شما الان دیگه اون دیتا رو داری، اونو میریز داخل یه سیستمی، بعدا میخواید یه دونه توسعه خودت بدی. دیگه نیازم نباشه منتظر یه سری وندور خارجی هم باشه. ممکنه حالا توی اون پروژه‌ای که تعریف میشه یه وندور خارجی بیاد این کار رو انجام بده، ممکنه یه وندور داخلی کنه. حالا این رو یه ماشین رو اجرا کنیم، مزیت داره؟ روی یه ماشین اجرا بکنی این مزیت نداره. روی یه ماشین اصلا اوورهد داره برات. بهتره با سیستم‌های معمولی تر مثل رپید کیو اصلا کار کنی. جاش توی یه ماشین نیست. دیگه؟ خب به نظرتون من اگر تعداد پارتیشن ها رو زیاد کنم چی میشه؟ خب اگر بده من الان تا الان مثلا فرض کنم میخوام یه تابیت بذارم تعداد پارتیشنش رو مثلا دو بذارم یا پنج بذارم تو فرض کن پروژه‌ای که شما داری چیزی با چه خصوصی فرض کن مثلا 10 تا بروکر دارم وقتی زیادتر بشه قاعدتا بحث امنیتش بالاتر میره دیگه. شما امنیت چی میگی؟ چون پارتیشن از این ماشین مختلف خب وقتی اتفاق بیفته خب اگر این وقتی اتفاق بیفته خراب بشه خرابی کمتری تعداد که بیشتر باشه خب حالا بحث رم مورده مسائل فیزیکی زمان پردازش میده دیگه پارتیشن هم بیشتر باشه توزیع بار بیشتر یعنی توزیع بار باید جوری پارتیشن رو چی باشه که توزیع بار به اون حد مطلوبش برسه. ممکنه آخرش بریم مثلا اصلا پارتیشن بزنیم یک شما میگه من نمیفهمم من دارم میگم پارتیشن زیاد زمان مختلفشون فرق میکنه. خب من پارتیشنی که میگم دارم همون هایی که توی زمانم زمان و سمون من حتما اوز اون پارتیشن باشم. خب باشه الان فرض کن به کاربری داره که من میخوام ازش بگیرم. میدونم چی داری میگی. ببینید الان ما میگیم که اطلاعاتی که کلید یکسان دارن برن داخل یه پارتیشن. ما که اینه که مشکل نداره دیگه. حالا فرض کن شما 1000 تا کلید مختلف دارید. این 1000 تا همشون برن داخل یه پارتیشن یا برن داخل دو پارتیشن یا برن پنج پارتیشن چه فرقی میکنه؟ یعنی هم که داره میفرسته حافظه بیشتری بذاره دیگه بخاطر یعنی چی حافظه بیشتری؟ یعنی خب دسترسی بهش بهتره، یعنی اینکه مثلا میدونه دقیقا کدوم قسمت بره که حالا سرچی که میخواد انجام بده شاید یه مقدار سرعتی از اون نظر بیاد پایین، ولی وقتی تعداد بیشتره از لحاظ رم شاید فرق بده. توی حالتی که بیشتره کار روکیپر در واقع بیشتر میشه، چون باید با تعداد بیشتر تعامل داشته باشه که بدونه هر کدوم کجا فرستاده کجا ریپیت کرده. ولی کار در واقع بروکرها کمتر میشه، در واقع اون حافظه ای که برای فرش تایی مثلا در خانه سیر برای بود بذاره حالا باید پنج تا سیر میذاره، پنج تا قسمت اون پارتیشن میذاره. بنابراین بستگی داره دیگه، اگه شما مثلا کاربردتون جوری باشه که نیاز داشت، یعنی اگه بخواد سر سوکیپه رو بیشتر شروع کنی خب بیشتر در واقع کار اصلی رو میدید به اون بروکر ها کارش رو کم میکنه، پس پارتیشناتون رو بیشتر و توضیح شد از مزایای توضیح شده بودن در واقع اطلاعات هم به این روش دارید استفاده. من که دادم ایشون چند بار خواست بکنه تو کیو رو نظرم این که داره ارسال میکنه خواهی زیاد تر میشه. چرا؟
چرا حافظه بیشتری نیاز داره؟ ولی که بعد نگه داره و میخواد ارسال کنی بالاخره با نیاز رو میخواد به جای مختلف بفرسته دیگه پارتیشن های مختلف میخواد بفرسته دیگه باید این خاطر هم همون گیره رو پارو براش دیگه با فکر کردنش میگه فقط من این موضوع رو ما تعداد پارتیشن ها رو میتونیم به تعداد ماشین هایی که داریم چی کنیم دیگه توضیح کنیم یعنی اینکه شما اگه مثلا 5 تا ماشین داری تعداد پارتیشناتو چون کوچیک‌تر کاش هم تقسیم بود بین پارتیشنو بین ماشین‌های مختلف اگه اشتباه نکنم ببینید اگر اشتباه کنم من بفهمم خب ما اگه 5 تا ماشین داری بهتره 5 تا پارتیشن داشته باشیم به نظر من ماشین رو نمی‌تونی می‌تونی کمتر بشه می‌تونی بیشتر بشه آره بعدم نظر همه فهمیدم. چه چیزی اینجا نوشته ای وقتی که داره پارچه رو نوشته چه چیزی پلتر؟ من دلیل جمعه قابل بده. سبه باشه همون دست حالا به دست تکمیل اون بسته. بابت هر پارچه شما فرمودید که یه میگر نیاز داره و چند تا فالوور. و این به هرچی که اون تعدادش بیشتر بشه خب اون میگر ها و فالوور ها بیشتر میشن به حالا. اگر واقعا نیاز کاربرد اون میشه اپلیکیشن که فالوور ها بیشتر خب برای هر پارتیشن مگه نفهمیدید من یه لیگه فرض کن من رپلیکیشن اصلا یک میزنم اصلا فالوور ندارم خب تقریبا بستگی داره که شما نیاز این تا یادون داشته باشید به کارون این تا یادون شاید مثلا پارتیشن بیشتر باشه اون بحث اصطلاح ترتیب زمانیش یه خود پیچیده‌تر میشه بریم که وقتی بین پارتیشن خب نه من وقتی دارم میگم اینجا هزار تا خب بین این هزار تا که بعدم مهم نیست داخل هزار تا که داخل یه مگه پارتیشن داره پس باز مشکلی ایجاد نمیشه ببینید شما عملا وقتی پارتیشن رو زیاد میکنی ما حسد حرف دوستان وقتی پارتیشن رو داری زیاد میکنی داری عملا از تعداد آی او بیشتری درست درسته یعنی مثلا اگه 100 مگ می‌خواستی بنویسی اگه روی هارد می‌خواستی بنویسی بر حسب آی او پی اس اون هارد نوشته می‌شد الان اگه روی 5 تا ماشین قرار نوشته بشه رو هر ماشین 20 مگ آی او پی اس می‌ندازه تقریبا درسته پس عملا لودش رو تقسیم کردی از توان خروجی رفته بالا واضحه این است خب اما در طرف مقابل عموما چیه؟ عموما من سمت فرستنده این پیغام ها میتونن بافر بشن بعد ارسال بشن برای پارتیشن ها میتونن بگم همون لحظه ارسال بشن اگر برام زمانی آنی مهم نباشه میتونم بگم بافر بکنه که هم حجم ترافیک رو بیاره پایین تر هم فشار روی کافکا کمتر باشه خب هر چه تعداد پارتیشن هم بره بالاتر میزان رم پرودیوسر هم یه مقدار افزایش پس توان خروجی کافکا میره بالا میزان رم مورد نیاز سمت پرودیوسر هم میره یه مقدار بالا اما اون چیزی که به طور کلی میگم تعداد پارتیشن از تعداد ماشین ها بیشتر میشه چون یه ارج افزوده برد نمیشه درست دارم تعداد پارتیشن ها نه.
اون که سخت در اشتباهی خانواده گفتیم اومدیم دوران خود دوران الان میره پایین دوران چطور میتونه این داشته این نمیدون این خوده این بلاکر هم ماشین نره آره این بروکر هایی من هر یه ماشین هم ما میگیم سرد پارتیشن یه تاپی بیشتر سرد بروکر هم نباشم منطقی هم هسته یه چون داخل یه بروکر بیشتر از یه پارتیشن از یک تاپیک باشه میشه معنیه. هیچ استفاده دیگه من از این نمی‌کنم. من می‌خواستم آی او پی اس هم ببرم بالا که بردم دیگه. ما از هر ماشین مثلا می‌دونه. پیشنهاد می‌تونی بیشتر بذاری. پیشنهاد میگم بهتر دیگه بیشتر از بده. ماشینا ماشینایی گرید واسه این کار اضافه میکنه یا اینکه نه از همون ماشینایی که هستن و دیتا نود و اینا روشون هستن بسته به خودت میتونی روی اونایی که دیتا نود بودن شما دمونه کافکا رو هم بیاری بالا میتونی سرور جلو بوده باشون مثلا تطوری توضیح که شما فرمودی اگه تعداد پارتیشن بیشتر باشه خب خروجیمون بهتره شما توصیه میکنید که نمودارش این شکلیه تا یه حدی میدی بالا بهترش میکنی از یه حدی خیلی بیشترش میکنی یکم پرفورمنس رو میخوابونن پایینتر عموما مثلا بر حسب تعداد ماشین ها سلف بکنید خوبه عموما کی به اون ماشین ها میگه بفرسته همون به این نوده میگه بفرسته این نوده دیگه ما نداره نه چیز شما جورنال نوت بود اون که به اینا میگه که به انا مثلا چند یا نه ماشین داره اینجا کار کنیگه ده به کاف با هم بده کی بهشون میده که مثلا این پارتیشن یک مثلا لایکه اینو به فرسته با نه زوکیپه که بالا پایین بوده نه میگه این هم زوکیپه بهشون میده بس باشون اپدیت کنه که اینو به فرسته با سن سن نسبت این ستا مجازه کار سوالت از این میگیم ما به ایما ایتیرس نسبتشون دو به یک HDFS توی من این پایین یه سری سرور دارم درست دارم HDFS کاری که میکرد من یه لایه اینجا تعریف میکرم میگفت ذخیره سازی یه دیتایی رو روی این رایت کن یه دیتایی از روی این دوت میگه بازم اومدیم در مورد مپردیوس صحبت کردیم مثل که جاب مپردیوسی بود مپ ردیوس در واقع چی بود؟ باز اون هم یه لایه بود منتها این لایه یه چی بود؟ پردازش بود می اومد می گفت این کار رو اجرا بکن این خودش می رفت بر حسب ماشین هایی که پایین در اختیار داره اون کار رو انجام می داد خروجی رو می داد برای نوشتن خوندنش هم از HDFS استفاده بود خب حالا ما اینجا یه سری جاب مپردیوس داریم یه سری اپلیکیشن دیگه هم داریم اینا ممکنه اصلا از HDFS استفاده بکنن یا نکنن ممکنه استندالون باشن ممکنه توضیح شده باشن اینا میخوان چی کار بکنن با هم تعامل داشته باشن برای هم اطلاعات بفرستن و دریافت بکنن یه سیستم صفحی ما اینجا در نظر گرفتیم این سیستم صفحه این امکان رو بده که من اطلاعات رو برای این بفرستم و دیگه درگیر این نباشم که الان من بخوام فرض کن توی وندورهای شما وندور یک دارید وندور دو دارید وندور سمونی که شما بخواهید طراحی بکنید وندور یک دیتا رو تولید کرده کاری نداره وندور دو داره تولید میکنه نمیکنه وندور سه دارش استفاده میکنه اصلا وندور سه زنده هست نیست کاری نداره این بر حسب ثانی یه سری اطلاعات موظف خود تولید میکنه دو هم همینطور
سه یعنی شما در حال حاضر اصلا وندور سه هم تولید نکردی، این اطلاعات میره داخل اون صفحه، بعد از یه ماه وندور سه میاد بالا، اول میره اون دیتا یه ماه قبل رو میخونه تحلیل میکنه، دوباره دیتاهای جدید رو شروع میکنه به خوندن. خب به هر دلیلی وندور سه خراب میشه میاد پایین، اینا همینجوری دارن میریزن. وظیفه این مسیجینگ اینه که اینا رو اصلا از نسبت به هم مستقل بکنیم، کاری نداره بشه این زنده است زنده نیست تو چیکار. خب دوباره برگردیم به موضوع خودمون. گفتیم کافکا یه سری تاپیک داره، یه سری پرودیوسر داره و یک مجموعه کانسیومر. خب من میام یک سری کانسیومر گروپ تعریف میکنم. هر کانسیومر میتونه عضو یک یا چند تا کانسیومر گروپ بشه. خب و گفتیم اطلاعات تاپیک های من پارتیشن بندی شده. پس این کانسیومر گروپ یکه، این کانسیومر گروپ دوه. بلنگ من حضب بکنم برای راحتی کار. اینجا کانسیومر یک و کانسیومر دو هستم و اینجا کانسیومر سه هست. مثلا هر دوی اینها میخوان از این تاپیک T1 بخونن. خب میخوام جهت رو این کانسیومر ها میتونم بوده چند تا؟ بله من دیمون بله. خب الان فرض کنید کانسیومر یک عضو کانسیومر گروپ یک، هر کدوم از کانسیومر های داخل یک کانسیومر گروپ به یکی از این پارتیشن ها یا چند تا از این پارتیشن ها وظیفه خوندنشون رو برعهده میگیره. یعنی مثلا فرض کنید که اینجا اگر من دو تا کانسیومر داشته باشم و 6 تا پارتیشن داشته باشم، این و سه تا پارتیشن رو سی یک میخونه، سه تا پارتیشن رو سی دو میخونه. خب و اینکه اگر سی یک داره مثلا پارتیشن یک رو میخونه، دیگه سی دوی که داخل همین کانسیومر گروپ هست نمیتونه همون پارتیشن رو بخونه. واضحه؟ این دیگه قانونی که گذاشتن، یعنی قرار کانسیومر های داخل یک کانسیومر گروپ مجموعا یه تاپیک رو بخونه. مثال هم میزن بذار اول مفهومش رو بگیم. حالا کانسیومر گروپ دو هم میخواد از تاپیک یک بخونه. اینجا کانسیومر سه چون فقط یه دونه کانسیومر دیگه نیست، همه اطلاعات اینها رو همه پارتیشن ها میخواد. پس اگه راحت تر بخوایم بگیم یک پارتیشن خاص تنها توسط یکی از کانسیومر های یک کانسیومر گروپ میتونه خونده بشه، اما توسط چند تا کانسیومر کانسیومر گروپ های مختلف میتونه خونده بشه. میگفتیم که کانسیومر یک و دو از کانسیومر گروپ یک میتونن پارتیشن های مختلف از تاپیک یک بخونن. آره ولی نمیتونن جفتشون همزمان یه پارتیشن رو بخونن. واسه میتونه همه اونا رو بخونه چون فقط یه دونه کانسیومر. آره. یعنی اگر دو تا کانسیومر میخوان یه پارتیشن رو بخونن، باید از کانسیومر گروپ های
مختلف باشن. سی یک و سی دو همزمان نمیتونن، اما سی یک و سی سه میتونن. یک پارتی شده. کانسیور گروپ ها اینا تاپیک ها میدن؟ نه، این هم یه مفهوم دیگه است گروپ، یعنی خودمون میدن تشکیل میدیم؟ بله، معرفی ها میدیم کانسیور گروپ ها میدنشون. اگه از این هم گروپ باشن همزمان هم میتونن این پارتیشن رو بله بله گروپ هم زوکیپر تشکیل میدن؟ گروپ هم زوکیپر تشکیل میدن، یعنی اتباعاتش داخل زوکیپر کاربردش کجاست؟ هر کانسیومر گروپ رو شما یک اپلیکیشن در نظر بگیرید، یه برنامه در نظر بگیرید، خب؟ و هر کانسیومر رو یک ترد توی اون برنامه در نظر بگیرید، خب؟ تردهای مختلف میخوان در نهایت اطلاعات این تاپیک رو بخونن، پس قرار نیست اطلاعات رو تکراری بخونن. یعنی اگه این ترد داره این پارتیشن رو میخونه، این ترد دیگه باید بره سراغ پارتیشن های دیگه. اما اگه چند تا اپلیکیشن میخواد با هم اجرا بشن، این چند تا اپلیکیشن میتونن به یک دیتا دسترسی داشته باشن. مدلی بخواییم ربطش بدیم، چون میگه من خانشه رو بس لاک کرده رو دیگه من جا چون خانشه بس لاک کرده رو نه دیگه تو خاندن ما لاک کرده شما یه ترکون مختلف دیگه برمانه قرار نیستش که یه پارتشو نمیخونم. آره تکراری نمیخونم. نه چه فرمی شود اون کل فرلوپ رو خود دفعه دفعه پرستار کارنده بشه. آره اونجا چیزی سرورش که پیدا رو خواهده شود بشه، هر کدومش یه اپلیکیشن جدا داخل یک ماشین، درسته؟ بذار یه مثال دیگه هم بزنم یکم واضح‌تر شه. فرض کنید که یه سیستمی شما دارین، اطلاعات تجهیزات شما قرار وارد این کافیگاه شما بشه، درسته؟ یعنی مثلا میگه در زمان T1 به فرض مثال تجهیزات از این نوع من، درسته؟ مثلا سویچ من از این برند من، درسته؟ این میزان بهره‌وری رو داشته، با توجه به اون چیزی که خودش بندیتش و هر چیزی که هست، درست؟ مثلا اینا دارم مثال میزنم، این مثلا وارد سیستم کافکای شما میشه، این مسیج کلن میاد وارد سیستم شما میشه. حالا مثلا فرض کنید من میخوام از این اطلاعات مختلفی استخراج بکنم. یه اطلاعاتی که میخوام استخراج بکنم چیه؟ اینه که بیام بر حسب نوع تجهیزاتم، خب اینجا یه آیدی هم من بذارم، خب بیام بر حسب نوع تجهیزاتم یه نمودار بهره‌وری داشته باشن.
درسته. یه جا میخوام بر حسب برندم نمودار بهره وری داشته باشم. یه جا میخوام بر حسب اون آیدی اون تجهیزم تشخیص بدم سالمه یا ناسالمه. یه جا میخوام بگم که مجموعه چقدر سالم دارم و چقدر ناسالم. اینها رو بگیرید کانسیومر گروپ های مختلف. درسته؟ یعنی هر کدوم از اینا قراره تک تک اینها رو بخونن. اما خود هر کدوم از اینا میتونه کانسیومر های مختلف داشته باشه، ترند های مختلف داشته باشن که بخواد این دیتا رو تحلیل بکنه. بنابراین کسی که یک مسیج رو خونده ما بقیه ترند ها نیازش اون رو بخونن. من میتونم همچنین نمودار رو رسم بکنم. جا میفته براتون چی دارین بگیم؟ تا کجاش جا نیفتاده؟ جا افتاده؟ خب نمودار بهره‌وری میخوان بکشن. درسته؟ خب. اما پارتیشن همون کدوم هست؟ تاپیکام کدوم هست دیگه. منم اینجا اومدم. تاپیک های مختلف میتونم بذارم. پارتیشن های مختلف هم میتونم بذارم. فرض کن کل اینها رو داخل یک تاپیک گذاشتم. به اسم تاپیک یک. یعنی این مسیج ها کلن میره داخل تاپیک یک. برنده نو. برنده آیدیو. خب. درسته. خب اینجا پس من پارتیشن های مختلفی دارم و سیستمی هم که گذاشتم کی ولیوی نیست، راند روبین توی این پارتیشن ها پر میشه. واضحه؟ خب من میخوام نمودار بهره وری رسم بکنم، باید چی کار بکنم؟ کل این تاپیک باید خونده بشه، نمودار رسم بشه. میخوام برای برند رسم بکنم، کل این باید خونده بشه، نمودار بر حسب برند رسم بشه. درسته؟ میخوام سالم ناسالم بودن رو تشخیص بدم، کل این باید خونده بشه، اینو تشخیص بدم. واضحه؟ پس هر کدوم از اینا بگید یه دونه سی جی، یه دونه کانسیومر گروپ، چون هر کدوم قراره به کل دیتا دسترسی داشته باشه. خب حالا برای اینکه این کار رو انجام بدم ممکنه با یک ترند کارم را نیفته، یعنی حجم مسیجام خیلی زیاد باشه، بخوام پارالل انجام بدم، بخوام مثلا این رو با مپ ردیوس انجام بدم. درسته؟ مپ ردیوس بره هر کدوم یه پارتیشنش رو بخونه، تحلیل بکنه، در نهایت تجمیعش بکنه. پس این که هر کدومش میخواد یه کاری انجام بشه میشه برای من یک کانسیومر اینجا. درسته؟ مجموعاً قراره این کار رو انجام بدم، پس مجموعاً بایستی کل این تاپیک رو بخونم، اما هر کدوم یه قسمتش رو. چه افتاد؟ الان تو فرس رو تیم مایی که هستی میخوایم یه تعداد تنوع رنگ داریم، فرس رو دوشم سنسور هست. خب دو تا برند داریم، دو تا لک داریم، دو تا سنسور. بله. من در لحظه دمای اینا رو بخونم. آها. بعد ببینیم که نمودار دمایی رو مثلا کجا افزایش بده که کجا بعد از این یه چیز رو راه بزنه، مثلا یه درایور افتمال کنه کننده رو راه بزنه. آها. خب یعنی بعد با توجه به چه اتفاقی میفته کل کانسیومر یه ادن کانسیومر گروپ تعریف می‌کنی به برای اون دما. درسته؟ چرا؟ چون کل این کانسیومر گروپ قرار اون دما رو بخونه. تا اینجا واضحه؟ حالا چون می‌خوان این دما رو بخونن ممکنه اینو یه دونه برنامه کارش رو انجام بده، سینگل ترد کارش تمام بشه، ممکنه بخوای مالتی ترد باشه، ممکنه بخوای مپ ردیوسی این کار رو انجام بدی. اگه مپ ردیوسی بخوای انجام بدی هر کی برای یه تیکه از اون تاپیک رو بخونه دیگه، پس هر کی یه پارتیشن رو بخونه، دوپلیکیت دیگه نخونه، چون دیگه اون موقع محاسبه دما تغییر میکنه دیگه. توی یه همچین حالتی کانسیومرات میشن اون تعداد ترد هایی که داخل اون کانسیومر گروپ هستن. فقط کانسیومر گروپ فقط دمایش خوندن دمای تمام رکای مون. آره یعنی خوندن کل اطلاعات اون تاپیکه. نه توی این کیس خاص. توی این کیس خاص بله بله. ممکنه مثلا ما بخوایم اطلاعات دیگه هم در آن از وایس رصد بکنیم. میتونیم برای اون باز یه کانسیومر گروپ دیگه. بله بله.
اگه دوا داشته باشه، رطوبت داشته باشه، جریان داشته باشه، تقریبان داشته باشه، هر دو از ما یک موضوع میشن، درست تاپیک میشن، یه تاپیک میشن، آره و حالا بر اساس اون یه تاپیک آره. یعنی حتی ممکنه شما اپلیکیشنی که نوشتی کانسومرش یکی باشه، اگه دما بگیره نمودار دما میده، اگر که اون یکی چی بود گفتی؟ رتوبت. اگر رطوبت بگیره نمودار رطوبت، جفتش یه کار رو قرار انجام بده، درسته؟ پس یه دونه کانسومر گروپ تعریف میکنی، هم از این میخونه هم از این تاپیک میخونه، ولی فرایندی کاری که داره انجام میده یکیه دیگه. دیگه خب اگه اسلاید رو نگاه بکنیم، پس ما گفتیم هر کانسیومرمون مرتبط میشه به یک کانسیومر گروپ، یه پارتیشن فقط به یکی از کانسیومرهای یک کانسیومر گروپ تخصیص داده میشه. به عبارت دیگه کانسیومر گروپ های مختلف میتونن در آن واحد به یک پارتیشن دسترسی داشته باشن، اما کانسیومر های داخل یه دونه کانسیومر گروپ نمیتونن همزمان به یک پارتیشن دسترسی داشته باشن. و مدیریت رپلیکیشن هم توی کافکا گفتیم به صورت رای گیری هست و بر اساس پرایمری بکاپ دیگه، یعنی یه لیدر بقیه فالوور. خب این کلیت چیزی بود که ما در مورد کافکا میخواستیم بگیم. نحوه نصب و راه اندازی کافکا رو خیلی سریع توضیح میدیم، باز مثل حالتهای قبل زوکیپر بایستی نصب شده باشه، کافکا رو دانلود میکنید، اکسترکتش میکنید، توی پوشه ای که کافکا رو اکسترکت کردین یه پوشه ای تحت عنوان کانفیگ خواهید داشت و داخل اون یه فایل تحت عنوان server.properties دارید. توی این فایل این سه تا تغییر رو اعمال باید بکنید. به ازای هر بروکری که دارید یه آیدی میذارید، یعنی وقتی اینو من روی بروکر یک هم میخوام نصب کنم آیدیشو میذارم یک، رو بروکر دو هم نصب کنم میذارم دو، به همین ترتیب. یه محلی رو برای نگهداری لاگ ها قرار میدین و در نهایت هم آدرس زوکیپر رو میدین. زوکیپر هم اگه خاطرتون باشه پورت پیچ فرنسش 2181 بود و ما اون رو به عنوان ورودی بهش میدیم. پورت پیچ فرنس کلاینتش 2181 هستش. خب من برای این که کافکا رو اصلا بیارم بالا، دستورش رو که اینجا گذاشتیم اینو میتونین اجرا بکنید، کافکا میاد بالا رو هر ماشینی که قرار دمون کافکا بیاد بالا، این دستور کافکا سرور استارت رو اجرا میکنید. اما عملی اگه ببینیم چطور چیه؟ بله شما چی فرمودی؟ چون چیزی رو آخرین اسلاید کافکا. Thank you.
خب برای من بریم کنم.